سرخط مهمترین های دوشنبه. مرگ ملا عمر پایان دوره‌ای که صفحه صلح را باز می‌کند، اما حکومت هنوز حیران است و دنبال یافتن پاسخ‌ها. جنگ تحت چه نام صورت می‌گرفته؟ مذاکره و نمایندگی از کی صورت می‌گرفته؟ موقف جدی حکومت وحدت ملی در برابر گروه‌های مخالف مصالح دولت، کاخ ریاست جمهوری در برابر حرکت‌های موازی با نظام از زبان قدرت حرف می‌زند. تحولات و تغییراتی را که در چند روز گذشته شاهدش بودیم میره به دقت زیر نظر داریم و از اون نظارت میکنیم. فروکش کردن حمله های طالبان پس از پخش خبر مرگ رهبر این گروه. نیروهای امنیتی افغانستان فشار را بیشتر میسازند. آغاز توزیع شناسنامه های برقی تا 16 روز دیگر. این روند در ولایت کابل به صورت آزمایشی در تاریخ 28 اسد آغاز شود و در مراحل بعدی در سطح کل افغانستان مرحله بر مرحله انشاءالله تطبیق و عملی شود. و اطمینان ایران از آسیب نرسیدن به توانایی دفاعی این کشور با عملی شدن توافقنامه هسته‌ای. بنام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در عصر دوشنبه با من رئوف اجمل خوش آمدید. انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر دو سال پس از درگذشتش پرسش های بیشماری را در میان مردم افغانستان و حکومت وحدت ملی به وجود آورده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می پرسد که در این سالها چگونه جنگ طالبان پیش برده می شد؟ مذاکرات صلح به نمایندگی از چه کسی انجام می یافت و چرا کسانی ادعای زمینه سازی این گفتگوها را داشتند؟ با این حال عبدالله می گوید با مرگ ملا عمر یک مرحله پایان یافته و امید می رود پایان این دوره سبب برقراری صلح واقعی در کشور شود. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر این روزها محور بحث هر محفل سیاسی است. اینجا در نشست هفتوار شورای وزیران هم رئیس اجرایی میگوید که انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر پس از دو سال از درگذشتش پرسش های زیاد را نزد مردمان کشور و جهان به وجود آورده است. پرسش های از این دست: جنگ تحت چه نام صورت میگرفته؟ مذاکره به نمایندگی از کی صورت می گرفته و اونایی که ادعا می کردن به نمایندگی از ملا محمد عمر در مذاکرات شرکت کردن و اونایی که ادعا می کردن که زمین سازی مذاکرات کردن، همه اینها سوالات بسیار جدی را در ذهن مردم افغانستان و جهان ایجاد کرده. جوابهایش هم ما داریم. هرچند او می گوید حکومت افغانستان پاسخ این پرسش ها را هم می داند، اما این پاسخ‌ها را همگانی نمی‌سازد. باورها بر این هستند که نشانه این پرسش‌های حکومت افغانستان متوجه پاکستان است. از این رو کابل باید از این پس به گونه مستقیم با اسلام آباد وارد گفتگو شود یا فریادش را به سازمان ملل متحد برساند. دو سال به این طرف و قبل از وام تمام اگر مذاکرات درست میکرد در رأس شایسته پاکستان بود، اگر اعلامیه‌ها را میداد، اگر انتحاری انفجاری جای میشد مسئولیت به دوش میگرفت، کلش کار آیسای بوده و شخص ملا عمر موجود نبوده. امروز باید حکومت افغانستان با سازمان ملل و جامعه بین المللی مراجعه بکنه، فشار زیادی را بالای حکومت پاکستان بندازه و همچنان با خود پاکستان مستقیم مذاکرات سریع بکنه. با این هم دکتر عبدالله تاکید میکند به دلیل همگانی شدن خبر مرگ ملا عمر، دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود جمعه گذشته در اسلام آباد برگزار شود به تعویق افتاد. رئیس اجرایی مرگ ملا عمر را پایان یک مرحله می داند. امیدوار هستیم که با گذشت یک مرحله و پایان یک دوره که همه امروز به او اعتراف دارند، یک زمینه برای صلح واقعی در کشور مساعد شود. آقای عبدالله می گوید که ملا محمد عمر در بیرون از کشور درگذشته است و از زمان سقوط رژیم طالبان در 14 سال پسین هیچگاه او به افغانستان بر نگشته بود. حال باید دید که دریافت پاسخ به این پرسش ها چه راه حل را نسبت به قضیه افغانستان به وجود می آورد و آیا رویکرد حکومت افغانستان در برابر طالبان و گفتگوهای صلح تغییر خواهد کرد؟
در این حال ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که هیچ حرکت موازی با نظام سیاسی کشور پذیرفتنی نیست و حکومت با تمامی توان و قدرت در برابر چنین حرکت‌ها می‌ایستد. این نهاد همچنان تاکید می‌ورزد که تمامی گروه‌های مخالف مسلح به شمول طالبان تنها و تنها مخالفان مسلح نظام هستند و با همین شناخت در گفتگوهای صلح برایشان باز است. همزمان با بیشتر شدن اختلاف‌ها میان طالبان که بر گفتگوهای صلح نیز اثر گذاشته، خانواده ملا عمر می‌گوید که با کسی بیعت نکرده است و این اختلاف ها باید از میان برداشته شود. کابل سرانجام سکوتش را شکست. این نخستین بار است که ریاست جمهوری طالبان را مخالفان مسلح می خواند. گروهی که حرکت موازی با حکومت پنداشته می شود و تأکید بر نابودی آنان است با تمامی توان و قدرت. خب ما تحولات و تغییراتی را که در چند روز گذشته شاهدش بودیم ایره به دقت زیر نظر داریم و از اون نظارت میکنیم و نظر به پالیسی های حکومت افغانستان و لزوم دیده وقت ما واکنش لازم را نشان میدیم. اما به نظر میرسد که این در گفتگوهای صلح را که کابل باز نگه داشته است وارد شونده ندارد. تازه رهبر جدید طالبان بر ادامه جنگ تاکید کرده است و بر رد گفتگوهای صلح. ریاست جمهوری هم میگوید در کنار این که خواهان صلح عادلانه است، بر توانایی‌های نظامیانش در نابودسازی دشمنان نیز باورمند است. البته با تأسف که در گذشته به این مسائل بسیار توجه دقیق صورت نگرفت، اخیراً با مرگ ملا عمر و چند دستگی در میان طالبا و تداوم مبارزه مسلحانه طالبا برای برآورده شدن اهدافشان، حکومت افغانستان مجبور شده که یک دیدگاه رسمی را بیان بکنه و ما از او استقبال میکنیم. اما آنچه که ظاهراً گفتگوهای صلح را تحت شعاع برده است، اختلاف هایی است که میان رهبران طالبان در گزینش جانشین ملا عمر ایجاد شده است. این اختلاف ها تا حد است که حتی خانواده ملا عمر اعلام کرده است که با ملا اختر محمد منصور بیعت نکردند و جدا از این وضعیت آینده طالبان نیز باید روشن شود. موږ نه د چا سره بیعت کړی دی او نه هم د اختلافات په صورت کې د چا سره بیعت کولو ته آماده یو او د علمای کرامو څخه مو خصوصي غوښتنه ده چې په طرف کې د درېدو پر ځای او یا د کوم چا سره د بیعت کولو پر ځای دي د اختلافاتو په حل کې کوشش وکړي. زموږ دا نظر او موقف دی. با این حال یک مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد میکوشد تا رهبر تازه طالبان را به صلح تشویق کند و این گروه را به گفتگوها حاضر سازد. هرچند اختلاف ها میان طالبان در حال عمیق تر شدن است و صلح شاید دیگر از اولویت این گروه نباشد. با پخش خبر مرگ ملا عمر، کمر طالبان شکسته و حمله های این گروه در بخش‌های از کشور فروکش کرده است. وزارت‌های دفاع و داخله می‌گویند پلیس، ارتش و امنیت ملی به زودی فشارها را بر گروه‌های هراس افغان افزایش خواهند داد. از سوی هم وزارت داخله از برگزاری مراسم سوگواری برای ملا عمر سخت انتقاد می‌کند و دست افرادی را که این مراسم را برپا کردند به خون مردم آلوده می‌داند. عماد رستایی. هشدار تازه نظامیان افغانستان به طالبان. وزارت امور داخله میگوید که پیوستن به گفتگوهای صلح تنها راهی است که برای طالبان مانده است، زیرا قرار است عملیات گسترده برای ریشه‌کن ساختن این گروه را اندازی شود. ما بالای دشمن در جبهه فشار خواهیم آورد که اونا اگر به جنگشان ادامه میده با قدرت نیروی امنیتی افغانستان و با واکنش جدی نیروهای امنیتی افغانستان روبرو میشن. وزارت دفاع ملی و امور داخله میگویند که با مرگ ملا عمر روحیه طالبان شکسته و نظامیان تلفات زیادی را در بخشهایی از کشور به ویژه در ولسوالی های قیصار و المار فاریاب به هراس افغانان وارد کردند. د افغانستان په امنیتی وضع کې بهبود راغلی دی او هغه علت هم دا دی چې زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر میړانه باندې هغه پلانونه د مخالفینو چې دوی هدف ټاکلی و چې په هر شکل کېږي چې کله د سولې خبرې د دوم ځل پړاو ته ځي نو دوی به یو ولایت ته سقوط ورکړي، څو ولسوالۍ به ونیسي، څو شهراوې به مسدودې کړي یا بندې کړي. دوی دا ستر هدف ټاکلی و. تاسو ولیدل چې زموږ وسلوال پوځ زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډېره میړانه د مخالفینو ټول پلانونه شاند کړل. با این حال وزارت داخله با انتقاد از برگزاری مراسم سوگواری از بهر درگذشت ملا عمر میگوید کسانی که برای ملا محمد عمر مراسم سوگواری برگزار کردند که دستشان با خون مردم آلوده است. در سوگواری فرد مراسم گرفتن یا حضور داشتن که دستشان به خون مردم بیگناه افغانستان سرخ است،
اینا افراد بسیار محدود هستند. اکثریت قاطع مردم افغانستان دشمن خود را میشناسه و کسایی را که علیه مردم قرار میگیره اونها را میشناسه. این کسایی که اشتراک کرده بودن هویتشان نزد خودشان و نزد مردم افغانستان کاملا ثابت است. همکنون 9 عملیات در 8 ولایت از سوی ارتش ملی راه انداخته شدند و 12 عملیات در برخی از ولایت ها هم از سوی پلیس در جریان هستند. با این حال قرار است یک عملیات مشترک از سوی نهادهای امنیتی کشور برای تسلیه نهایی طالبان در بسیاری بخش های کشور راه اندازی شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش ناامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی می‌کند. این کمیسیون از حکومت افغانستان می‌خواهد که در کار تأمین امنیت شهروندان تلاش کند و کسانی را که حمله‌های انفجاری و انتحاری را سازماندهی می‌کنند مورد پیگرد قانونی قرار دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از بشیر احمد خاصانی. افزایش ناامنی‌ها در کشور با نگرانی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده است. این کمیسیون تأکید دارد که شمار بی‌جا شدگان و قربانیان جنگ در کشور در حال افزایش‌اند و نباید گروه های درگیر به مردم ملکی آسیب برسانند. این کمیسیون ادامه ناامنی ها را به سود کشور نمی داند و تأمین امنیت شهروندان را از مکلفیت های حکومت عنوان می کند. به افراد و گروه های که مخل امنیت هستند اینا را مورد تعقیب قرار بدن، اینا را سرکوب بکنن و مانعشان شوند تا امنیت مردم برهم نزنند. حمله های انتحاری و انفجاری بیشتر جان افراد ملکی را می گیرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان پیگرد طراحان حمله های انتحاری و انفجاری نیز است. نیروهای مخالفی که هر روز دست به کشتار می زنن، کسایی که باعث انتحار و انفجار می شن، افراد غیر نظامی را آسیب می زنن، اینا مورد پیگیری قرار می گیرن و به عدالت کشنده شن. نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال از افزایش ناامنی‌ها در کشور مطرح می‌شود که بهار امسال یکی از خونبارترین سال‌ها در کشور بوده است. در این سال ناامنی‌ها بیشتر دامنگیر ولایت‌های شمالی بوده است. جنرال عبدالرشید دوستان، معاون اول رئیس جمهور که برای سرکوب طالبان به ولایت فاریاب رفته است، میگوید باید در حکومت افغانستان کادرهای قوم ازبک استخدام شوند. او همچنان از عملکرد نیروهای امنیتی بر ضد طالبان در فاریاب ستایش کرده است. جنرال دوستم با ساز و برگ تازه نظامی، جنرالی که پس از سالها انزوا اکنون دوباره قدرت نمایی میکند. او شام دیروز وارد فاریاب شد. دست کم 1500 نیروی نظامی و مردم وی را همراهی میکردند و چرخبالها هم از فضا. او در یک توقف کوتاه در شهر میمنه کارکرد نیروهای امنیتی در برابر طالبان در این ولایت را ستایش کرد، هرچند از موتر زرهیش پایین نشد. ای قوملر، یک مرتبه یک ضرب المثال است، میگه هزار ساخ یک کلو، او بر روزدکه گم با چمچیخدن کرکم ترغیت بایده. آقای دوستم انتقادهای مردم از خودش را بجا دانسته و تاکید کرده که 500,000 رای آورده و حکومت باید به کترهای قوم ازبک در نظام فرصت استخدام دهد. تمام مشکل شما را میدانیم، تمام پروبلم را میدانیم و بعض انتقادهای شما بجا است، به او اعتراف میکنیم. کسی که یک ولایت خود 500,000 رای در انتخابات اشتراک کرده باشه، باید در ساختار حکومت از کادرهای عام ملت هم باید ویرا در نظر بگیریم. آقای دوستم از ولسوالی های المار، قیصار و بخش های دیگر فاریاب نیز دیدن کرد، اما کدام عملیات را بر ضد طالبان انجام نداده است. شورای وزیران فیصله کرده است که توزیع شناسنامه های برخی سر از 28 اسد امسال از کابل آغاز شود. ریاست اجرایی میگوید نوشتن و یا ننوشتن واژه جنجالی افغان در این شناسنامه ها بر بنیاد فیصله شورای ملی عمل خواهد شد. نظرالدین مسلم. سرانجام شورای وزیران امروز فیصله کرده است که به گونه رایگان توزیع شناسنامه های برقی سر از تاریخ 28 اسد سال روان خورشیدی از کابل آغاز شود. قرار است که تحت مدیریت وزارت امور داخله و ریاست امور تذکره برقی این روند در ولایت کابل به صورت آزمایشی در تاریخ 28 اسد آغاز شود و در مراحل بعدی در سطح کل افغانستان مرحله بر مرحله انشاءالله تطبیق و عملی شود. قرار است در جریان 3 ماه آینده برای بیش از 369,000 شهروند کشور شناسنامه برقی توزیع شود.
اما نوشتن و یا ننوشتن واژه جنجالی افغان یکی از دلایل تاخیر توزیع این شناسنامه دانسته می شود. ریاست اجرایی می گوید این مورد بر بنیاد فیصله شورای ملی عمل خواهد شد. شورای وزیرا تصمیم پارلمان افغانستان و همچنان تصمیمی ره که قبلا از طرف هر دو مجلس گرفته شده بود مورد تصویب قرار داد و به همو اساس ان شاء الله که به پیش میره. شهروندان کشور از این اقدام استقبال میکنند و توزیع شناسنامه های برقی را در کاهش جرایم و شفافیت در انتخابات سودمند میدانند. جرایم کاهش پیدا میکنه، تمام دسترسی به افراد، هویت تمام اتباع افغانستان مشخص میشه، میتونیم یک نفر با آسانی هویتش مشخص کنیم، کارهای قضایی ما با آسانی پیش میره. در انتخابات هم لور داره، در شناخت مجرمین و خارجی‌ها و گپ هم لور داره برادر. هر چی زودتر این توزیع کنن برای مفاد افغانستان، برای دولت افغانستان، برای همه یک سهولت، یک آرامی و اجنبی ها شناخته میشه در افغانستان. کیا میآید کیا میره. حکومت هرچند توزیع شناسنامه برقی را زمانگیر میداند، اما میگوید تلاش میکند تا شناسنامه برقی را به گونه دقیق و معیاری توزیع کند. از حمله های انتحاری و تهاجمی بالای کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع ملی و دو بیز نیروهای بین المللی جلوگیری شد. ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه نگاشته است که یک گروه 4 نفری طالبان مسلح مربوط به شورای پشاور که قصد داشتند این حمله ها را انجام دهند در ناحیه 8 شهر کابل از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. امنیت ملی میگوید که از نزد این افراد یک واسکت انتحاری و مقداری از مواد که در حمله های تخریبی از آن استفاده می شود به دست آمده است. تفاهم‌نامه پرداخت 100 میلیون دلاری کمک آمریکا به افغانستان امروز میان دولت افغانستان و سفیر آمریکا امضا شد. وزیر مالیه میگوید که این کمک‌ها از طریق بودجه دولت در پروژه‌های هزینه خواهد شد که در اولویت دولت افغانستان باشد و به زودی این کشور 100 میلیون دلار دیگر به پروژه‌های زیربنایی افغانستان کمک خواهد کرد. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. بسته جدید کمک‌های ایالات متحده آمریکا به افغانستان زیر نام همکاری‌های جدید توسعه ایالات متحده آمریکا هر سال 200 میلیون دلار به دولت افغانستان کمک می‌کند تا در پروژه‌های توسعه‌اش هزینه کند. در صورت این کمک‌ها پرداخته می‌شود که دولت افغانستان در بخش‌های آوردن اصلاحات، ثبات مالی، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب و فقر زدایی تلاش کند. در مرحله نخست اینجا سفیر ایالات متحده آمریکا یادداشت 100 میلیون دلاری را با دولت افغانستان امضا می کند و اگر دولت افغانستان بر تعهداتش عمل کند مرحله بعدی کمک ها آغاز خواهد شد. این یادداشت تفاهمی که امروز امضا می کنیم از جمله امو 800 میلیون که تفاهم صورت گرفته، امروز 100 میلیونش در روزهای آینده به حساب ما واریز می شه. منتها انتظار ماهی است از دوست ما سفیر محترم ایالات متحده که ما سر بخش دیگه ازی که 100 میلیون دیگه است هر چیز زودتر کار را آغاز بکنیم. سفیر ایالات متحده آمریکا هدف از کمک های کشورش را ثبات دوامدار در افغانستان و عملی شدن برنامه های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله می داند. ایالات متحده آمریکا نزدیک به 800 میلیون دلار به حکومت وحدت ملی افغانستان کمک میکند که بر بنیاد آن دستاوردهای 14 ساله این کشور حفظ خواهد شد. این کمک ها بر خودکفایی افغانستان کمک میکند. ما متحد هستیم تا حکومت وحدت ملی را کمک کنیم تا به چالش ها رسیدگی کند. این مشارکت جدید نشان دهنده تعهد جدید آمریکا برای نیرومند شدن نهادهای حکومت افغانستان، پایداری و شفافیت مالی آنها است. اوباما پس از دیدارش با اشرف غنی و عبدالله عبدالله در کاخ سفید بسته کمک‌های جدید کشورش را به افغانستان تعهد کرد. در 13 سال گذشته این کشور زیادترین پول را در مبارزه با حراس افغانی و بخش‌های اقتصادی هزینه کرده است. این همه خبر جالب از افغانستان. پزشکان در کشور توانستند برای نخستین بار در یک عملیات جراحی دو کودک به هم چسبیده را از هم جدا کنند. این عملیات از سوی پزشکان افغانستان در بیمارستان فرانسوی ها انجام شده است. رئیس این بیمارستان این عملیات را موفقانه دانسته و از صحت کودکان نیز اطمینان می‌دهد. این کودکان نوزاد از ناحیه بطن به هم چسبیده بودند و از بدخشان به کابل آورده شدند. بعد از اینکه ما مطمئن شدیم از اینکه انشالله ای توانایی را داریم که ای کودکا را هر دویشان را نجات بتیم،
عملیات آغاز شد و حوالی عصر عملیات موفقانه به پایان رسید. فعلا هر دو کودک در دو اتاق جداگانه خوشبختانه در حالت به اصطلاح ما ریکوری و صحتیابی و بهبودی دوباره هستند. البته برای تکمیل تداویشان ای کودکا به جراحی دوم هر کدامشان نیاز خواد داشتن که احتمالاً در حدود سن دو سالگی نزدشان اجرا خواد شد. واقعا دریافت ما در جریان عملیاتی بود که قسمت آخر رودهای خرد و رودهای کلان کاملا با هم مشترک بودند و مواد غایطه از طریق یک طفل یک سوراخ بسیار خرد که اصطلاح طبیش انو ویستیبولر فیستولاست از این طریق ترهمه شد. طفل دیگه نه مقعد داره و نه کدام سوراخ دیگه غیر طبیعی موجود بود که مواد تره شد. بنان این یک چلنج بسیار بزرگ بود. و در اینجا رسیم به پایان مهمترین ها از یک. از این که ما را دنبال میکنید سپاسگزاریم. وقت بر همه ایتان خوش. خدا نگهدار.